سلام با ما همراه باشید با خلاصه خبرهای امروز مایکل مان سخنگوی کاترین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داده است که گروه پنج به علاوه یک سهشنبه آینده موضوع مذاکرات هسته ای با ایران را بررسی می کند. آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه پنج کشور عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان گروه پنج به علاوه یک را تشکیل می دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز مایکل مان گفته است گروه پنج به علاوه یک مایل است مذاکرات بعدی با ایران را که در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اخیر در این کشور صورت خواهد گرفت دستاوردهای ملموسی داشته باشد. پیش از این خبرگزاری رویترز خبر داده بود دور بعدی مذاکرات دو طرف ماه آینده برگزار شود اما ایران این خبر را تکذیب کرد منابع دیپلماتیک غربی نیز گفتند انتظار نمی رود تا پیش از آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی و تشکیل دولت جدید مقامات ایرانی تمایل چندانی به برگزاری دور جدید مذاکرات داشته باشند غرب ایران را به تلاش برای دستیابی به جنگ افزار اتمی متهم میکن. کند. اما ایران این اتهام را رد کرده و میگوید برنامه اتمیش مسالمت آمیز است. جمهوری اسلامی ایران دیروز اعلام کرد درخواست خود برای کسب کرسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را پس گرفته است. 19 تیر ماه خبری به نقل از دیپلماتهای های سازمان ملل بر روی خروجی بسیاری از خبرگزاری ها قرار گرفت مبنی بر اینکه ایران به همراه سوریه در تلاش است تا به عضویت گروه آسیایی شورای حقوق بشر سازمان ملل در بیاید. موضوعی که انتقادات شدید آمریکا را به همراه داشت. تلاش ایران برای کسب این کرسی در حالی بود که سازمان های حقوق بشری همواره حکومت جمهوری اسلامی را به نقض گسترده حقوق اولیه شهروندان خود و سرکوب رسانه ها متهم می کنند. نکته ای که ایالات متحده آمریکا نیز در مخالفت خود با کاندیداتوری ایران بر آن انگشت گذاشته بود. به گزارش خبرگزاری رویترز ایران دلیلی برای این انصراف خود اعلام نکرده است. وزارت دفاع آمریکا در ارزیابی سال جاری خود از تهدیدات موشکی کشورها خبر داده است. ایران و کره شمالی به زودی به توانایی هدف قرار دادن خاک آمریکا دست خواهند یافت. وزارت دفاع آمریکا در گزارشی که آن را رو امروز روزنامه بریتانیای دیلی میل منتشر کرده، همچنین ادعا کرده است تهران قصد دارد تا سال 2015 موشک‌های بالستیک قاره را مورد آزمایش قرار قرار دهد. آزماش های موشکی ایران همواره نگرانی های کشورهای غربی را به دنبال داشته است. هرچند ایران همواره هدف از این آزمایش ها را بالا بردن توان دفاعی خود عنوان کرده اما کشورهای غربی این اقدامات را تهدیدی برای منطقه و جهان می دانند. خشونت های عراق روز گذشته جان دست کم 44 نفر را گرفت. خشونت هایی که نگرانی ها از بازگشت دوره جنگ های ای را در این کشور زنده کرده است به گزارش خبرگزاری دولتی عراق شامگاه گذشته یک مهاجم انتحاری خودروی بمبگذاری شده خود را در یک مجلس ختم در شرق بغداد منفجر کرد این حادثه به کشته شدن دست کم 11 نفر انجامید انفجار خودروی بمبگذاری شده ای در همین منطقه چهار نفر دیگر را کشت حملات به ایستهای بازرسی در شمال بغداد و شهرهای موسل و تکرید نیز جان 29 نفر را گرفت. 7 نفر از کشته شدگان از نیروهای امنیتی هستند. سازمان خیریه بین المللی کودکان را نجات دهید در گزارشی اعلام کرده که آموزش دو میلیون کودک سوری در معرض خطر قرار دارد به گزارش خبرگزاری رویترز این سازمان افسود است دست کم یک پنجم مدارس در سوریه در نتیجه جنگ های داخلی این کشور ویران شدند این گزارش می در سوریه 3600 مدرسه ویران شده اند که 70 درصد این ویرانی ها در سال 2012 میلادی روی داده است. سازمان کودکان را نجات دهید به آمار سازمان جهانی یونسکو هم اشاره کرده که بر پایه آن بیش از 48 میلیون کودک در جهان در مناطق جنگی زندگی می کنند که بیش از نیمی از آنها در سن مدرسه ابتدایی هستند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماسی تلفنی با شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان همتای اماراتی خود خواستار تجدید نظر دولت امارات متحده عربی در تصمیم به اخراج شهروندان ایرانی از این کشور شده است این خبر را سایت وزارت امور خارجه ایران امروز اعلام کرده است روز یک شنبه این هفته گزارش شد که امارات متحده عربی چند صد ایرانی مقیم آن کشور را بدون هیچ توضیحی اخراج کرده است هرچند دولت امارات درباره این اقدام توضیحی نداده اما عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران دلیل این اقدام را برنامه تغییر ترکیب جمعیتی امارات دانست است بخش قابل توجهی از ساکنان امارات متحده عربی را کارگران مهاجر و شهروندان کشورهای دیگر تشکیل می دهند که برای کار در این کشور به سر می‌برند. ممنون از اینکه با این بخش خبری همراه ما بودید مشروح خبرها در ساعت 21 به وقت تهران